میخواین از ویدیوی خبر آنلاین شروع کنیم؟ بخواین از خبر آنلاین شروع کنیم. بله اینجا خیلی استراحت دارن ایشون. خب این ویدیو خبر آنلاین مال همین اخیر هم است درسته؟ دقیقا در مهر ماه همین امسال در واقع این ویدیو منتشر شده در... که بخشی از یک مصاحبه که ایشون یا گفتگویی که داره در خبر آنلاین و اونجا نظرش رو با صراحت ایشون بیان میکنه که با هم میشنویم یا میبینیم. در این حد تضاد داره و تناقض داره. موضوع اول غرب و غربم که من میگم عمدتاً آمریکاست و بعدش هم اروپا. موضوع اول آمریکا با ایران سیاست و نگاه و رهیافت ایران نسبت به اسرائیل و یهود آمریکاست. و اصلا موضوع هسته‌ای انعکاس این موضوعه. شما ببینید پاکستان الان کشور هسته‌ایه و حالا تخمین‌های متفاوتی هست، بعضیا از 80 میگن تا 200 کلاهک هسته‌ای پاکستان داره. اما چرا پاکستان میتونه با دنیا تعامل داشته باشه؟ به خاطر اینکه پاکستان علارغم هسته‌ای بودن با نظم جهان در تفاهم هست. تضاد آمریکا بله. البته خب مثالی که ایشون میزنه به نظر من مثال درستی نیست. کلا به نظر من در گفتار ایشون مثال‌های نادرست زیادی هست. پاکستان سلاح هسته‌ای داره. اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت ماجرا کاملا متفاوت بود. ولی خب ما این بخش از بحثش رو در واقع کاری نداریم که در مورد مثال به نظر من نادرستشه، بلکه بحث اصلی اینه ایشون صراحتن داره بیان میکنه و ما خواهیم دید که سالها این رو در واقع بیان کرده که مشکل اصلی آمریکا با ایران اسرائیله و تا وقتی که این مشکل این تضاد حل نشه برجامی که سر هسته‌ایه، برجام حتی منطقی یا به اصطلاح برجام موشکی هم به هیچ جا نخواهد رسید. خب این چند جمله که ایشون میگه به عنوان کسی که یک نظریه پردازان اون گفتمانی بوده که به برجام انجام میده، به عنوان کسی که نزدیک بوده به دولت روحانی که برجام رو بارها بارها تاکید میکرد که چرخ سانتریفیوژا به چرخه، چرخ زندگی مردم هم به چرخه، یعنی که برجام هسته‌ای قرار بود که اقتصاد ایران رو شکوفا بکنه یا دست کم سفره مردم ایران رو باز بکنه. ایشون داره مستقیما داره میگه که اگر مشکل ایران با اسرائیل حل نشه هیچ کدوم از اینا رقم نمیخوره. ما بارها باز خواهیم گشت همین برنامه توی در واقع مناسبت‌های مختلفی که ایشون فرصت داشته حرف زده این بحث رو باز میکنه. این مسئله مهیبیه که امشب بهش میپردازیم. ببینیم بقیشو. با ایران هست موضوع هسته‌ای نیست، موضوع یهودیان آمریکا. من صدا رو ندارم دیگه، شما دارین صدا رو. و حتی من یهودیان آمریکا رو به مراتب مهمتر از اسرائیل میدونم. بله من داشتم. چون قدرت یهودیان نیست، موضوع یهودیان آمریکاست. پاکستان علارغم هسته‌ای بودن با نظم جهان در تفاهم هست. تضاد آمریکا با ایران هست، موضوع هسته‌ای نیست، موضوع یهودیان آمریکاست، موضوع اسرائیله. و حتی من یهودیان آمریکا رو به مراتب مهمتر از اسرائیل میدونم، چون قدرت یهودیان آمریکا حد فاصل بین اردن و دریای مدیترانه نیست. این قدرت خیلی وسیع تر از اونه. این قدرت قدرت رسانه‌ای است، قدرت بانکی است، قدرت مالیه، قدرت اقتصادیه. کما اینکه هر توافقی هم ایران در مقاطع مختلف با دولت‌های مختلف آمریکا داشته، شما ببینید یهودیان این توان تشکیلاتی و سیاسی رو داشتن که نذارن اون کار بکنه و جلوشو گرفتن. چون اونها گفتن که اگر قرار مسائل ایران و آمریکا حل بشه بدون موضوع یهودیان و آمریکا، ما این توان رو داریم که مانع بشیم. حالا یه نکته خیلی مهم، دو تا نکته خیلی مهم است. بحث یهودیان و آمریکا رو به عنوان به نظر من
روبنا داره استفاده میکنه، زیرش بحث اسرائیل دیگه، درسته؟ صهیونیست های آمریکا، نه یهودیان. ایشون کلمه باز قهاری هستش، آیه زیبا، آیه سری القلم، و منظورش صهیونیست ها در آمریکا هستن و منظورش همون اسرائیل. حالا ایشون نمیگه، ولی خب شبیه حرف رو دوستان دیگه هم زدن، همین فعال، آیه فعال ایزدی که در برنامه ما تا به حال 3 یا 4 بار بودن، معتقدن که مشکل واقعا ایران صهیونیست‌ها نخواهند گذاشت در آمریکا، آی پک نخواهند گذاشت که ایران و آمریکا با هم دیگه رابطه داشته باشن. خب و ولی از منظر ایرانی، ولی آی سری قلم اینجا داره یک به قول معروف یه سیلزمنیه، یک به شکلی مأمور فروشی داره قدرت صهیونیست‌ها در آمریکا به شما میفروشه که شما بدون اونها آب نمیتونید بخورید. و بعد ادامهش میبینید که این نگاه خیلی خیلی فرق داره با امثال کسایی که اونا معتقدن آقا در آمریکا بالاخره لابی صهیونیستی خیلی خیلی قویه و نخواهد گذاشت که بدون مثلا نخواهد گذاشت که ایران و آمریکا رابطه‌شون برقرار شه. ولی این نکته دوم اینجا هستش، سریع القلم اینها رو در مهر ماه 1402 میگه، در حالی که سریع القلم در سال 92 از این میگفت که ایران و آمریکا رابطه‌شون با هم برقرار خواهد شد. همه حرف اینه. سریع القلم سال 92 میگفت ایران آمریکا، ایران کافیه که هسته‌ایشو بده مسئله حل میشه. 1402 اومده گفته که اگه نشد و برجام پاره شد، ما از اول میدونستیم، اول یهودیا رو حل کنه، از هسته‌ای مهمتره. حالا هسته‌ای که رفته، باید برید و اسرائیل رو هم عادی سازی کنید. بغاشو گوش کنید. بفرمایید زینالی. بله، من می‌خواستم بگم ببینید امشب نگاه می‌کنیم ببینیم که آقای سریع القلم از سال 2003 یعنی تقریبا 20 سال پیش چه حرفی میزد. ایشون 20 سال پیش هم همین حرف رو زده، سالها همین حرف رو میزده که چی؟ که مشکل اصلی آمریکا با ایران اسرائیله. ولی ایشون همون کسیه که تو دوره‌ای که در واقع قبل از اینکه حتی دولت روحانی بیاد و قدرت رو بگیره و بعد از اون، بخشی از کسانی بود که مهمترین مسئله سیاستگذاری در ساحت ایران رو، در ساحت سیاست خارجی، مذاکرات اصلی و برجام در واقع عنوان میکرد. یعنی ایشون کسیه که در تمام مدت حرفی رو میزد که آقای روحانی هم زده بود کشی باشه، که این که در واقع برجام ضروریه، بدون برجام ما نمیتونیم به هیچ عنوان در واقع حتی دوام بیاریم، چه برسه این که بتونیم توسعه اقتصادی داشته باشیم. ما برمیگردیم به اینها، دعوی های در واقع گمان زنی های ما نیست، برمیگردیم و میبینیم در واقع که ایشون چی گفته و چه تبعاتی داشته باشه. موضوع هسته‌ای به نظر من موضوع سومه. موضوع سوم تضاد آمریکا اروپا با ایرانه. ما رفتیم سراغ موضوع سوم که اون رو حل بکنیم. اون طرف هم دید که یک و دو رو که نمیتونه حل بکنه فعلا، یک مسئله یهودیان و اسرائیل، دومم حضور ایران در منطقه است. خب بره سراغ موضوع سوم که از دید اونها فوریت هم داشت که بره مسئله هسته‌ای رو حل بکنه، چون گفتن ایرانی که با ما مشکل یک و دو رو داره میخواد هسته‌ای بشه، حداقل ما بریم جلوی هسته‌ای شدنش رو، از دید خودشون دارم عرض میکنم، بگیره. به نظر من صور مختلف برجام اینها طرح‌ها و برنامه‌های وصله‌ای مقطعی در بهترین شرایط و جواب میان مدت و دراز مدت به تضادهای بین ایران و غرب نخواهد بود. چرا سال 92 نگفتی؟ چرا این رو سال 96 نگفتی؟ چرا سال 92 که داشتی میگفتی که به شکلی اعتدال هم استراتژی هم ایدئولوژی؟ مگر اینکه نه، از اول منظور از اعتدال این بوده که برجام اول میاد و برجام دوم میاد و برجام سوم میاد با هم. ببینید واقعا امشب بحث ما اینه، بحث ما اینه که برجام هرگز قرار نبوده که برجام باشه شما دیدید. هر کسی فکر میکنه اون برجام بوده یک آدم نادان و ساده لوح بوده. برجام قدم اول از یک زنجیره بوده که آخر این زنجیره، سلام علیکم آقای نتانیاهو، خوب هستین، قربان شما. بعد از ماجرای کمپ دیوید، بعد از ماجرای اسلو، بعد از این تطبیع هایی که با امارات و بحرین و سعودی، اصلا بعددی نیست، اهمیتی نداره برای اسرائیل. خب اونا به شوق به قول معروف پیش بین قضاست. خب قضای اول کمپ دیوید، قضای دوم اسلو، قضای سوم که قضا نهایی اسرائیل و پایان فلسطین برای ابدیته،
اون عادی سازی با ایرانه، درسته؟ که قرار بوده که مرحله نهایی برجام آقای حسن روحانی، محمود سریرالقلم، جناب جواد ظریف، حسام الدین آشنا، استاد دانشگاه امام صادق و بقیه دوستان باشه. ما امشب میخوام در مورد این حرف بزنیم، میخوام از این حرف بزنیم که چگونه به شکلی علی خامنه ای این خطر رو مقابلش ایستاد در این سالها. اگر شما میبینید که به شکلی کشور خسته و فرسوده است، برای اینکه زیرش در لایه‌های زیرین چنین جنگی در رد و بدل شدن و ماها نمیدونستیم، ولی اونهایی که تلفن محمود سریرالقلم رو حتما شنود میکنه، همونطور که وزارت اطلاعات روحانی تلفن سردار سپاه اگه میتونستن شنود میکنه و این دو طرف هم مشغول هم دیگه بودن، ولی اونها میدونستن که هدف طرف مقابل چیست و میدونستن تا آخر خط میخواد بره و میدونستن برای اینکه تا آخر خط بخواد بره در داخل ایران میتونه شورش رو بندازه، اونور میتونه پولاشو آزاد کنه وقتی که اون بگه، میتونه پولای اینور رو بلوکی کنه وقتی که اون بگه، و این دعوا دعوای سنگی و دعوای وجودی بود. ایران از سال 92 به این سمت درگیر یک دعوای وجودی و سخت بود. خب بریم بقیه حرفای آقای اجدادی. من اگر اشکال نداره دو تا نکته اینجا بگم، دو تا نکته که مهم هستن. اصلا برنامه شماست، من دارم گرم میکنم. من به قول معروف مثل این کنسرت های موسیقی، من اولی هستم که دارم گرم میکنم. شما هنر استار امشب، ستاره امشب شمایی، بفهمید. شما لطف دارید صاحب نظرید. من اتفاقا میخواستم در تایید یکی از نکاتی که قبلتر گفتید بگم، نکته مهمیه. شما ببینید وقتی که ایشون داره اینجا صحبت میکنه و تقریبا میتونم بگم در اغلب جاهایی که صحبت میکنه از منظر غرب حرف میزنه، داره توضیح میده بله اونا در واقع اولویت مسئله اصلیشون اسرائیل بود ولی دیدن که مسئله اصلی اسرائیل رو نمیتونن حل کنن، منطقی حل نمیتونن بکنن، میرن سراغ هسته‌ای که هسته‌ای رو حل بکنن. یه بار نمیگه خب حالا، یعنی پشت‌بند این قاعدتا شما انتظار، یا قبلش انتظار دیدی بگه خب ایران چی؟ برای ایران شمایی که در واقع نظریه پرداز توسعه از طریق عادی سازی رابطه با غرب هستید و بخشی از در واقع به صورت دستگاه دانشگاهی و علمی تئوریزه کننده برجام بودین، شما چه یک بار در واقع به این نمیپردازید، یا اینجا که دارین صحبتشو میکنین به این نمیپردازید که برای ایران چه فایده ای داشت برجام؟ این یه نکته. و این نکته خیلی مهمه که منظرشون منظر غربه. به چه معنا؟ شناخت داره از غرب، ولی به مسئلهی که بین ایران و غرب هستش از نگاه غرب نگاه میکنه. به باور من، ما حالا امشب دقیق‌تر به این میپردازیم، ولی به باور من ایشون حتی شر رو، دشمنی رو، تنش رو در ایران میبینه، نه در اسرائیل، نه در آمریکا، بلکه در ایران. در نتیجه اگر ایران دست از این تنش برداره مشکل حل میشه. نکته دوم که مهمتر به نظر من، یک در واقع بحث اصلی ایشونه که شاید من باید در ابتدا میگفتم، ایشون نظریه پرداز توسعه است و حرفش اینه که ایران یک راه بیشتر نداره برای اینکه به توسعه بیانجامه، برای اینکه اقتصادش از این وضعیت فلاکتبار در بیاد باید با غرب عادی سازی بکنه. برای این خب این یعنی این تز هیچ بدیلی در واقع ایشون وجود نداره و هر گونه در واقع صحبت از یک اقتصاد مقاومتی، نزدیک شدن به شرق یا یک بلوک در واقع در برابر غرب، تمام این روابطی که در واقع وجود داره اینها به هیچ جا نمی انجامه و عادی سازی با غرب ضروریه در واقع یک اقتصاد به نسبت شکوفاه که خود این هم لازمه قدرت میدونه. و این عادی میخوام بگم در چنین کانتکستیه که عادی سازی ضروریه، عادی سازی با غرب، عادی سازی با غرب هم تنها از مسیر عادی سازی با اسرائیل میگذره. حالا یه سوال دوستان مطرح کرده، هم آقای هوشنگ تیدی و همین که خانم لیلا اس، جفتشون گفتن که صحبت در مورد سریرالقلم در این شرایط وقت تلف کردن. چرا ما داریم در مورد سریرالقلم حرف میزنیم؟ یک بار دیگه بگید و از دوستان هم میخوام که همزمان برنامه رو لایک کنن که بتونیم به شکل دست بقیه برسیم. چرا الان در زمانی که داره بمباران انجام میشه این گفتگو ضروریه برای ما؟ ببینید، بذارید من یک نکته رو با صراحت بگم. ما که نمیخوایم صرفا ناظران نسل کشی در غزه باشیم، فقط در واقع علاقمون به دنبال کردن خبر رو پیگیری بکنیم و بخوایم اخبار رو دنبال کنیم. ما میخوایم فعال باشیم. آنچه که در عمل باید رقم بخوره، آنچه که میتونه اسرائیل رو، دستگاه نسل کشی اسرائیل و حامیان غربیش رو متوقف کنه، عمله.
عمل در بله نخست عمل دولت ها به شکل متحد و برای این نیازمند یک حمایت اجتماعی وجود داره. ما در مورد این حرف زدیم، ما سعی میکنیم مسئله ای که امروز داره در اسرائیل در فلسطین رقم میخوره، در غزه داره رقم میخوره، بیاریم و به خودمون مربوط بکنیم، ما به ازای عملی و ما به ازای سیاسی داشته باشه برای ما. وگرنه اگر ما صرفا بخوایم دنبال کنیم که آنجا مثلا امروز چه اتفاق افتاد و اسرائیل چه تصمیماتی گرفت، این ربطی به عمل مردم ایران نداره. از این نظری که مسئله پرداختن به دوگانه توسعه و مقاومت یا توسعه یا مقاومت از نون شب برای مردم ایران واجب تره. همین الان اگر مقاومت ایران نباشه، اگر حمایت ایران از مقاومت نبود، خیلی بدتر از اینها رو در غزه میدیدیم. و این مقاومت میتونست قوی تر باشه اگر پایه های اجتماعی میلیونی در خیابان ها همین فردا در واقع حاضر میشد. یعنی میخوام بگم از این در واقع ضروری تر و اهمیت تر موضوع وجود نداره که ما بتونیم بپردازیم به مابعد عملی داشته باشه. دقیقاً، یعنی اگه فردا سو همین اگه تو این 70 روز الان هنرپیشه‌های ایرانی، هنرپیشه‌ای که تو غرب معروف بودن دیگه، ترانه علیدوستی، اون یکی نوید محمدزاده، اون یکی هنرپیشه‌ای که بخاطرش هم تو اسکار بودن و این برو بودن این برو بودن، همش میمدن توی خیابون با پرچم فلسطین و میگفتن که ما اسرائیل رو محکوم میکنیم فلان. اگر اون یکی فیلمسازای ایران، نقاشای ایران، استادای دانشگاه ایران، حتی من گفتم حتی بخش های منتقد جمهوری اسلامی، نرگس محمدی ها و غیره، اگر در تظاهرات ایران یه میلیون نفر اومده بودن مثل لندن که 800 هزار نفر اومدن و میگفتن که اسرائیل متوقف کنه با هر شکل و قیافه‌ای، خب اسرائیل چی فکر میکرد؟ فکر میکرد که یه حکومتیه که موشک هایپرسونیک داره، پهباد شاهد 147 ساخته تازگی ها، فتاح دو داره و مردمش هم باهاشن. خب این ایران ممکنه که هر لحظه به من حمله کنه. این ایران میتونه از غزه دفاع کنه. این ایرانی که مردم هم باش همراه هم میتونه از غزه دفاع کنه. ولی الان ایرانی که بخشیش هم داره میگه که حماس این کارو کرده، اصلا حماس آبروی مسلمان هم برده، بچه مسلمانش میگه که حماس آبروی مسلمان رو برده، چون قصه‌های هفته اکتبر رو از دل اسرائیلیا و رسانه‌های نزدیک به اسرائیل باور کرده. خب و اون یکی میگه که اینا شما خرج نون باباش، خرج فلسطین، هر چی پول اینجا بوده بردی به اونجا دادی. کارگرش میگه که پول‌های ما رو به تروریست‌های حماس دادن. خب فعال کارگرش، خب اون ثروتمند بالانشینش میگه که به خاطر فلسطینی که من نمیتونم در دبی سرمایه‌گذاری کنم، در آمریکا باشم و توسعه پیدا کنم. و یک کلام این فکر دروغ در ذهن مردم ایران کاشته شده که اگر سفره شما تنگه یا مستقیم پولتون رو بردن فلسطین و لبنان، که حالا ما معتقدیم که کمه و از سال 96 هم توضیح دادیم که اصلا مبلغش هیچه، 150 میلیون به حماس سالی و 800 میلیون یا 900 میلیون به حزب‌الله هیچه، ولی اون موقع است که کسایی مثل علیرضا نامور حقیقی میان، خود جواد ظریف میگه آقا به خاطر پاره شدن برجام ما 2 تریلیون دلار ضرر کردیم، 2 تریلیون، دو برابر جنگ ایران و عراق. خب و بعدم میگه که آقا مردم ما انتخاب کردن، ما انتخاب کردیم که ضرر کنیم، ما انتخاب کردیم که توسعه نداشته باشیم. پس ببینید نکته مرکزی و کلیدی که مردم در ایران از مقاومت دفاع کنن یا نکنن چیه؟ اینه که مقاومت رو در یک سو میذارن، توسعه رو در یک سوی دیگه میذارن. میگن که اگر ما میخوایم مقاومت کنیم باید توسعه نداشته باشیم. من هفته پیش در برنامه با علی عبدشی گفتم، گفت آقای علیزاده ما این چه توسعه‌ای که مردم منطقه کشتشن، بچه های فلسطین کشتشن و ما توسعه بخوایم؟ گفتم نگو این آقای عبدی، نگو این رو. این خودش بازی در زمین دشمنه، بازی در زمین سریال قلمه، بازی در زمین حسن روحانیه. توسعه و مقاومت مقابل هم نیستن که یا ما باید یکیش رو انتخاب کنیم یا اون دیگری رو. اتفاقا این دروغی که اینها به ما گفتن، شما بدون مقاومت توسعه‌ای نخواهی داشت. بدون مقاومتی که الان عراق صدام چه توسعه‌ای داشت، لیبی قذافی چه توسعه‌ای داشت، سوریه ویران شده در دوره بشار اسد چه توسعه‌ای داشت؟ توسعه‌ای وجود نخواهد داشت اگر شما امکان دفاع از خودت نداشته باشی. و دومش اینه که ما معتقدیم که بدون مقاومت توسعه نداری. خب و اصلا اون جنس توسعه‌ای که اینها دارن ازش حرف میزنن اسمش توسعه نیست،
اسمش از بین بردن مقاومت و بعد از بین بردن خود توسعه است که ما بهش خواهیم رسید. خب که در واقع ما از دو جنس توسعه حرف میزنیم، توسعه‌ای که سریع قلم ازش حرف میزنه، توسعه امپریالیستی، توسعه استعماری، یک چیزه که اصلا ضد توسعه است، ضد رشد اقتصادی هم هستش. خب و توسعه درونزایی که به واسطه استقلال می و نیازمند استقلال چیز دیگه است. یکیش میشه توسعه چین، یکیش میشه توسعه چه میدونم با همین کشورهایی که دو سال سه سال توسعه ممکن داشته باشن و بعد منفجر شن و برن روی هوا. اصل دعوای امشب ما اینه، اینه که اگر مردم در تاکسی و در اتوبوس میگن که فلسطین ما چه ربطی داره، ما از گشنگی داریم میمیریم، خب این فکر رو سریع القلم توی سرشون گذاشته. برای ما امشب داریم میزنیم به منبع، به گاف صندوق، به اصل جنس و مش منشأ، جایی که این دروغ در ذهن بخش از جامعه ایران کاشته شده که ما به خاطر فلسطینه که رشد اقتصادیمون منفی میده، ما به خاطر فلسطینه که دلار داره دو برابر سه برابر میشه، ما به خاطر فلسطینه که اقتصادمون داره کوچیک میشه، اقتصاد ترکیه داره بزرگتر میشه، دبی داره بزرگتر میشه، مالزی داره بزرگتر و بزرگتر میشه.